بخیر. سلام علیکم. استانبول رو به مقصد پاریس نکن آقا، نکن. تا الان هیچ کاری نمی‌کردم، ما دوربین آوردیم بالا. بله، داریم میریم پاریس، جای شما خالی. قراره که ولاگای کوتاه بذاریم براتون. فقط تنها کاری که باید بکنید اینه که سابسکرایب رو بزنید، هرچی اون دکمه اون پایینه رو بزنید به جز دیسلایک، اینو نزنید که تو این 10 روز با ما همراه باشید. هر چی قشنگی ببینیم با شما هم شیر می‌کنیم. بسیار عالی. بله، همسرم مریضه. وضعیتمونه، قبل از سفر مریض شده، اشکش داره. همیشه قبل از روزهای مهم زندگیم مریض شدم. قبل از مراسم عقد مریض شدم. سفر قبلی رفتم اسپانیا مریض شدم. این سفرم مریض شدم. یه کی بود؟ یه کنسرت داشتیم تو دانشگاه سال 87، اونم روز قبل کنسرت مریض شدم. می دورت بگردم با این چیزای عشقی. خوب میشی، دو روز دیگه تموم میشه. ویلاگر، یعنی من خیلی ازش یاد میگیرم، خیلی خوشحال میشم. ممنون از شما. سفر بعدی کجا؟ سفر بعدی یعنی ویلاگ بعدی که توی یوتیوب میذاری؟ یه جای خیلی خاص. من اون قسمت اسرائیل فلسطینی که صد بار دیدم، هر کیم میاد خونمون میذارم میگم بیاین اینو ببینید. خیلی خوشحال. بعد اینجوری صحبت کنم باهات. آدم باید دوش تو صورتش بچرخه ببینه کجا تابلو تره، همونجا بزنه. کی میخوای بری سفر؟ کی میخوای بری مهمونی؟ بچه ها بدایید بدایید، داره میره سفر. تپ دفعه پیش خیلی ساده برگزار شد. من بغلت نکنم، خوبم. اولی چقدر این لحظه رو متصور شده بودم برای خودم. حالا صبح میارم تو قدم زنان کرواسان بخریم به قول ترکا. Excellent. Très bien. Excellent. Et puis. Bepermain baguette, c'est ça. Chimichel, Bepermain baguette, c'est ça, Jules.
بفرمایید. قیمت ها چطوره مرد؟ قیمت ها؟ اسپری میخواستی؟ اندازه ایران؟ قیمت ها متبرمه. اندازه ترکیه هست؟ اندازه ترکیه بیشتره. به بچه ها مثلا از این شامپو ها که تو ترکیه هم هست اینجا 5 یورو. 5 یورو ضرب در 30 کنید 105. یه ذره گرون طرفه. نظر درباره این پیش غذای فرانسوی چیه علی جون؟ در حال ملش ملوچ علی جون باید سرما خودگی کردم صحبتش نمیاد. هیچی به نظر فقط اینا کدو این خوردم که اینا دورو تریاد کشیدم نرشه. بده جون این میگه میگوی خاصه؟ نه این خود میگوه میبدنش و توی فروشگاه میفروشن. آفت میکنن تقریبا 3/4 پخته است. خیلی نمیپدنه. این سس روش چیه؟ این سس روش سس تختخ. این دورش که این خود سس وینگرت بود که با این سبزی روکت یعنی سس سرکه طور. سس خیلی خوشمزه. آن لویدی لویدی سلام کن به بچه های یوتیوب. بگو سلام بچه ها چطورین؟ یادتونه منو 4 سال پیش دیده بودین؟ خودو 2 سال پیش حتی. سبت بخیر. بونجور پری. خوش اومدین به پاییز زیبای پاریس. چه خبر؟ کجا دوست دارین ببریمتون؟ علی جون کجا دوست داری بری؟ من الان دوست دارم داروخونه اول یه شربت سینه بخرم. نه وضعیت مایه. منم که کلاً کلم ورم کرده به خاطر این یه دونه جوش. احساس میکنم از اینجا اینجوری که تو فشارش دادی یا بزرگ شده. یه نصف مغزت باهاش زد بیرون. جوش پاریسی، سرماخوردگی پاریسی، سرماخوردگی سفر. من خودم دوست دارم این دفعه دوباره موزه لوور رو برم. چون دفعه پیش که رفتم خیلی خام و جاهل بودم، هیچی نمی‌فهمیدم. این دفعه میخوام برم به جز اون کله هایی که مال تخت جمشیده چیزای دیگه هم ببینم. و دیگه کجا برم؟ من داریم میریم کروسان بخریم. گفتیم دوست داریم خودمون خرید کنیم امروز. اوف برگای پاییزی رو خواهیم بریم کروسان بخریم با قهوه یا که خالی بخوریم. تجربه روز اول رفتیم کروسان بخریم، سری زدم ترانزیت گفتم کت کروسان میشه 4 تا کروسان. بعد خانم پیر بود به خدا من درست گفتم نشنید بکر دارم میگم ا کروسان ام میسه اینکه میشه 1. بعد حالا جواب که داده میگه ام میگم که اوید. بعد میگم تنکیو. یعنی دیگه واقعا آب روغن قاطی میکنم اینجا. اوید تمام کروسان کاتر تری تنکیو. دختر خان باشه در برش باز میشه. سلام بالاخره میخوایم بریم بیرون. یه جوری لش کردیم و انگار خونه خودمون بود اوکی هم اینا. ولی من راحت همین مدلی بودو وای اینجا رو ببینم اونجا رو ببینم دیگه از این مرحله گذشتیم. میتونیم قشنگ ملو یه جایی رو بریم یه جایی رو نریم. امروز چند تا استایل مجلسی چیدم برای شما. مجلسی آدم نه علی میتونم اینجوری بیارم پایین که استایل ها رو ببینن؟
اینطوری؟ دوست داری بیاری. ببین آه قشنگ نشون میده. بفرمایید. ببینید دو تا استوری گذاشتم اینجا برای شما دوستان عزیز. ست کردم با علی اعتمادی. علی اعتمادی نظرت چیه درباره استایل؟ حالا بپوشیم ببینیم چطور میشه. یه چیزی که میخواستم بهتون بگم بچه‌ها، ببینید الان کجا میری؟ وایسا. آها. مثلا ببین دیروز سری چمدون رو خالی کردم، اینا رو زدم اینجا که چروکش باز بشه. بعد این لباسای خودمه اینجا که تا کردم، لباسای علی رو هم تا کردم توی همین رگاله. هر چی هم که میپوشم همون لحظه تا میکنم. میشنوی میبینی منو؟ آفرین. تا میکنم میذارم. مگه نه علی؟ بله. ولی علی نمیکنه این کارو. حالا اب نداره دیگه. همین که آقایون یه ذره اینطوری هن، همینی که مریضه. کلا من اعتقادم اینه که خواستشون بده مریضه. من اعتقادم اینه که همین جوری که هست علی خوبه. مرتبی ذره و حالا لباساش تا نمیکنم اینا. جذاب. چون که اگر که اعتقاد شخصی ها، مثلا این پسره که دیگه خیلی مرتبن، هی هم میخوان بهت گیر بدن که چرا اینو اینجوری گذاشتی، چرا اینو تا نکردی. یعنی به نظرم پسرها حد وسط ندارن، یا اونجوری هن یا این شکلی. مثلا یه ذره شلخته بلنده. بر همین دست به تنظیمات نزنید. همینی که هست خوبه خواهر. حالا میریم که داشته باشیم. از مرتب بودنم یه چیز دیگه هم که میخوام بگم در این حین، این دوتا رو نشونتون بدم که میخوام بپوشم، اینه که یک نصیحتی از خواهر کوچیکتون به شما. وقتی که میرید سفر یا مثلا میرید خونه یکی مخصوصا، اوتو رو میدی اوتو اینجاست بیا. وقتی که میرید مخصوصا خونه کسی، خیلی آدم باید سعی کنه، من خودم اینطوری هم، که مرتب باشی، کمک کنی، یه چیزی که میخوری مثلا بشوری ظرفشو، خودت سعی کنی غذاهاتو فراهم کنی، از بیرون یه چیزی بخری بیاری، مثلا لباساتو مرتب بچینی، که مثلا یه اتاق که در اختیارت قرار دادن وقتی رد میشن مثلا از در اتاق وحشت نکنن که وای دیدی مثلا من خودم اینطوریم، یکی میاد تو خونه و میخواد چند روز بمونه، اول که روتین زندگیت که به هم میریزه. خب این یه چیز اجتناب ناپذیره و به هر حال اون مهمون هم دوست داری، ناراحت نیستی از اینکه حالا یه هفته روتینت به هم بریزه، ولی دیگه خونه زندگیت نباید اونقدر به هم بریزه. و همین خیلی مهمه به نظر من که مرتب باشی، لباساتو بذاری یه گوشه ای فلان اینا، که طرف پشیمون نشه دفعه دیگه هم دعوتت کنه. یه چیز دیگه هم که بگم بهتون اینه که صبح زود بیدار شید. اگر که به حمام احتیاج دارید حمام کنید، موهاتون رو سشوار کنید، براشین کنید، آرایش کنید. مثلا تا ملت الان دیگه دارن صبحونه میخورن و میخوان حالا یه ذره جمع کنن، تازه شروع کنن لباس رو پوشن، شما کاراتون رو کرده باشید که کسی نتونه بهتون بر بزنه بگه وای چرا آماده نیستی و وای حالا بعد معطل تو باشیم و چقدر لفتش میدی و اینا. این کارو که بکنید قشنگ دیگه از هر بحث و دعوای جلوگیری میشه، چون شما همزمان با آقایون آماده اید. خب پایان استایلامون، البته من سوخته رنگم. نام علی. علی شاگردانتون نشون بده، بافتتون نشون بده، کفشمون هم با هم سته، ولی اینجا مشخص نیست. صفحه فروشگاه لوی ویتون کوپن قند و شکر اعلام کردن، همه ریختن کوپن شماره 34 تو صف. روغن میدن، روغن نباتی.
یا اونجایی که هری پاتر رو میخواستن وانتد شده بود، میخواستن بگیرن بیدش کنن، مینیستری افتاده بود دست اسمشو نبرد. وردمورت رو تو کتاب های ایرانی بهش میگفتن اسمشو نبرد. نمی که چوباش 99 یورو. ایرانیری که عجلش رد شدیم 100 سال بسته است. بعد من نمیدونم واقعا چرا کلا نمیبندنش، فقط گند زده تو چهره شهر. همه مغازه ها بازه، رونق داره، توریست ها میرن و میان، فکر کنم وسط شانزلیزه. بعد این بسته است. بعد اینکه مثل اینکه خیلی بزرگتر هم بوده، یعنی چند دهنه کنار هم همش مال ایران بوده، بعد بالاش هم کلش مال ایران بوده، طبقه بالاش و خانه فرهنگ و هنر ایران بوده زمان فرح. بعد دیگه یکی یکی انقدر اینا گند میزنن، یکی یکی از چنگشون در میارن و کلا نمیتونن بگردوننشو. دیدین دیگه، میدونین دیگه، الان فقط همین دو دهنه مونده که واقعا نمیدونم چرا بست است همیشه. آخه کی دیگه بیلیتو میره حضوری میخره؟ فقط فکر کنم اینا میخوان بگن ما هستیم، ما اینجا. ببند برو داداش. الان اومدیم بلوار سن ژرمن که خیلی خوشگله. کافه د فلور هم همینجاست، کافه د فلور معروف، برندای لوکس هم هستن و خیلی آدم ها لوکالن، خیلی خوشتیپن، مثلا مثل خیابون بغداد استانبوله. ولی مثلا شانزلیزه میری همه جا رو که کندن، همه جا رو باریک کردن. و بعد اینجا خیلی آدم ها خوشتیپترن، اصلا عشق میکنی تیپ ها رو میبینی، قیافه ها رو میبینی. کافه ها خیلی خوبه، اونجوری مثلا پر توریست عجیب غریب نیست و کلا خیلی خیابون شیکیه. من همش دوست دارم بیام اینجا به جای شانزلیزه. سرمون کافه د فلوره بچه‌ها، همیشه یه بلاگر جلوش داره عکس میگیره. قسمت نشد بلاگر محبوبتون الان یه عکس بگیره اینجا. ما همیشه میایم میریم این کافه روبرویش، چون اعتقاد دارم که خب وقتی بشینی تو کافه د فلور دیگه کافه د فلور رو نمیبینی. مثل داستان کاپادوکیاس که میگن که وقتی بری بالا دیگه بالونا رو نمیبینی و بمونی پایین که بالونا میرن بالا تو آسمون، آسمون خوشگل میشه ببینیشون. حالا کافه د فلور هم اینطوریه، ما میام روبروش میشینیم که کافه د فلور رو از اینجا ببینیم. اینجا هم کافه چیچیک کوپن قند و شکر اعلام کرده تو صفن.
پشمو بشم خوب خوبه بدم نیست دیگه. موزیک آرومی گذاشتن یه نوع مدیتیشن محسوب میشه. یه ها وحشتناک شد. تو همون بلوار سن ژرمن اومدیم یه جایی که فقط ژامبون و پنیر میده اینطوری توی ساندویچ. ژامبون ایشون هم هست. ژامبون یعنی کلا اینجا به جز خوک دیگه ژامبون دیگه نیست. همه خوکه. مثل ایران نیست که مثلا چی داشتیم؟ گوشت و فلان، مثلا مرغ و فلان این چیزا داشتیم، اینجا ندارن. فقط خوکه. حالا میبرم تو مغازه هم ببینیم. فقط بدیش نه که نه گرمش میکنه نه یه سس به آدم میده. مزهش هم بد نیست. یه زد تمزه حیوان میده ولی خوبه. سفر ما خوش اومدین. یه آپدیت از سرماخوردگی علی بهتون بدم، اونم اینه که در کمال ناباوری بدتر شده. پس حالا بله متاسفانه که علی بدتر شده. امشب میخوایم که یه دکتر براش صدا بزنیم ببینیم که چی میشه. الان داریم میریم یه دوست خیلی عزیز و ارزشمند رو ببینیم که من نمیدونم یه دوست داره که اسمشو اینجا بگم یا نه، چون که خیلی میشناسنش آدما، پس نمیگم. الان هم توی ترافیک مسخره پاریس هستیم که از ترافیک تهران بدتر. حتی یک ساعت راه داریم تا برسیم اونجا پیششون ببینیمشون. بعدش هم نمیدونم چه برنامه‌ای داریم. همین دیگه، دعا کنید که علی بهتر بشه که روزهای باقی مانده رو از دست ندهیم. ببین به من بود که روم نمیشد بگم عکس بگیریم. خودش داشتم گفتم خیلی خوبه، خیلی خوبی، خیلی اینو گفت بیا گوشی تو بیاری عکس بگیر. چه ناز و مهربونه بولی بود. عاشقش شدم ریزه ریزه حرف که میزنی گفت میریزه. بذار چون دیدی نه اشکا چیز دارو این نداره. من دیدی نگاه اونو گیره که من دارم حرف میزنم. اصلا آماده نبود. یعنی هر کی دیگه بود مثلا یه بار با نیکی کریمی عکس گرفتم قشنگ هی اینجوری دستاشو هی می آورد تو صورتش که عکس خوب نشه، عکس در نیاد. نمیدونم چرا همه میگفتن که مثلا انگار یه داستانیه. افه داشت. ولی با هر کی اصلا آماده نبود برای عکس و من اینقدر چیز بودم، چیتان پیتان بودم،
آفرین بهش. خیلی گل، یعنی واقعا اسمش بهش میاد. پیش گفتم همیشه خوشحال باشی، خوب باشی، موفق باشی، هر کاری بکنی خوب باشی. پیش گفتم تو حال بده فن یکی باشی، کم تجربهش کردم. خب حالا که رسیدیم خونه و من یه ذره هیجانم کنترل شد و تمرکز دارم، خواستم یه حرفایی که تا حالا هیچ وقت نزده بودم و اینجا برای شما بزنم، چون شما خیلی با من صمیمی هستین و منم خیلی باهاتون صمیمی ام. اونم اینه که من از وقتی فکر کنم مثلا واقعا 11-12 سالم بود، اولین نفر پسر خالم بهم گفت که تو چقدر شبیه گلشیفته فرهانی هستی. بعد اولش خب واقعا به عنوان یه دختر 11-12 ساله ذوق می‌کنه دیگه که بهت بگن شبیه فلان بازیگری، بازیگر خوشگل معروف. و جالبیش نه که من اون اولا یادم مثلا تا 50 نفری که تا 50-55 که بهم میگفتن شبیه گلشیفته ای میشمردم. و یادم یه بار توی فیسبوکم رفتم نوشتم که امروز 70 نفر به من گفت که تو شبیه گلشیفته هستی. واقعا یه ذوق خیلی کودکانه بود که داشتم و هی میشمردم این آدم ها رو تا یه عددی واقعا شمردم. و بعد هی زیادتر و زیادتر شد، هر روز هر کی منو میدید میگفت تو چقدر شبیه گلشیفته هستی. بعد که کار مدلینگ رو شروع کردم دیگه مونیکا بلیچی هم بهش اضافه شد، بعضی هم میگفتن نه شبیه مونیکا بلیچی هستی. و من تا حالا یک بار نشده که توی صفم خودم بگم که من شبیه اینا، چون فکر میکنم که خب افتخار نیست دیگه، یعنی اون آدم های خیلی بزرگی هن و یک پکیج کامل باعث شده که بشن گلشیفته، بشه مونیکا. فقط قیافه، این که من بگم آه من شبیه فلانی هم، ارزشی به من اضافه نمی کنه. من دوستشون دارم مونیکا بلیچی، خب یک اسطوره زیبایی خودش، یا گلشیفته بعد از اینکه از ایران اومد بیرون دیگه بیشتر و بیشتر دوستش داشتم به خاطر اون شهامتش، به خاطر جنگیدنش و ظلمی که بهش شد و به هممون شده تو ایران، به همه خانمای ایرانی دوستش داشتم. ولی هیچ وقت نیومدم و خیلی وقتا هیترا میومدن میگفتن آره تو زور میزنی که مثلا شبیه گلشیفته باشی، یا زور میزنی شبیه مونیکا بلوچی باشی، که واقعا یک بارم سعی نکردم، حتی یک بار سعی نکردم که از عمد شبیه باشم. یک بار یه عکسی ما ملینا استوری کرده بود و نوشته بود، فکر کنم مونیکا بلیچی گذاشته بود، آره مونیکا بلیچی بود فکر کنم، که مثلا خواهرم چقدر شبیهشه. واقعا یه ذوق خواهرانه، مثلا فکر کنم خواهر تو بهت میگه که چقدر تو خوشگلی، وای خواهر من خیلی خوشگله، خب مطمئنا خواهر من فکر کنم من خیلی خوشگلم، یا مثلا شبیه مونیکا بلیچی هم، حتی اگر که بگیم اصلا این واقعیت نداره. بعد چون خواهرم بود من اینو از تو استوری کردم، داستان مال 2 پیشه، از تو استوری کردم که ملینا اینو نوشته و پایینش یه قلب گذاشتم. خب به هر حال یک اکشنی ریاکشنی من باید میداشتم به استوری خواهرم. و یادمه که مهدی رستمپور خبرنگاری که اصلا خوشم نمیاد ازش، اینو استوری کرد، یه جوری هم استوری کرد که انگار من خودم اینو استوری کردم و مثلا یک در بعد ویرایی به من گفته بود که تو مثلا کی باشی اصلا که ادعات شبیه مونیکا بلوچی باشی. خلاصه که این حرفایی بود که هیچ وقت جا نزده بودم. امروز که دیدمش واقعا این حس خیلی عجیبی بود که خیلی ها حتی میگفتن شما همزادین انقدر شبیهین، مثلا صداتون هم حتی شبیهه. و من واقعا به عنوان یه بازیگر، به عنوان یه زن موفق، به عنوان یه زن شجاع خیلی دوستش دارم. امروز که دیدمش دیگه دوست داشتنم بیشتر و بیشتر شد، چون خیلی خود واقعیشه. چند بار بغلم کرد و بعد بهمن قبادی عزیز گفت اصلا میشناخته تو رو از قبل، خیلی تو رو دوست داره و اینا، حالا لطف داره واقعا و خیلی شیرین بود. واقعا فکر نمی کردم که یه روزی ببینمش از نزدیک. خیلی ببین دنیا چجوری میچرخه. 11-12 سالگی موقعی که من راهنمایی دبیرستان میرفتم و یه روز بهم یکی گفت تو شبیه گلشیفته فرهانی، بعد همه چی عوض شه، من بیام تو مدلینگ، بعد بلاگر شم، بعد معروف شم، بعد با یه سری کارگردان ها آشنا شم، دوست شم. واقعا بهمن قبادی الان دیگه دوست ماه و من خیلی خوشحالم که همچین شانسی داشتم تو زندگیم که بتونم همچین روابطی داشته باشم، با همچین آدم های فرصت آشنایی حتی داشته باشم. واقعا خدا خیلی دوستم داشته. خلاصه فقط میخواستم بگم که من
هیچ وقت تلاش عمدی نکردم که شبیه کسی باشم. امیدوارم واقعا اینا میتونن الگو باشن. حتما الگو هستن و چند بارم توی پیجم گفتم که گلشیفته الگوی زنای ایرانیه، براش کامنت گذاشتم. ولی اینکه آدم بخواد بگه که من شبیه فلانیم و بخواد با این چیزی به خودش اضافه کنه، این چیز غلطه. مثل چیز دیگه، مثل اینکه میگن من تهرانیم، من شیرازیم، من جهرمیم. یکی یه باری حرف قشنگی زد، اونم اینه که اون شهر نیست که به تو ارزش میده، تویی که به اون شهر، به اون قومیت ارزش میدی. یعنی اینکه خب را بری بگی من تهرانیم یا بگی من شیرازیم، اتفاق عجیبی نیست. ولی تو اگر که کسی بشی تو زندگیت، اگر موفق بشی، اگر انسان درستی باشی، میگن اون یارو بود مثلا اونجا فلان خوبیو کرد به من، صابخونه‌ام بود، صابخونه خیلی مهربونی بود، تهرونی بود مثلا، شیرازی بود. مثلا این حرف به نظرم درباره این شبیه بودن هم صدق میکنه. اینکه خب من گلشیفته یا هر کس دیگه یا زنانی مثل گلشیفته میتونن الگوی تو باشن برای تلاشی که تو زندگیشون کردن، برای سختی هایی که کشیدن، برای که جایی که هستن بمونن و خوب و با کیفیت بمونن.